به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. امروز 29 می و برابر با 8 جوزای 1401 هجری شمسی است. و ناصر ماهدی هستم و توجه شما را جلب میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و خبرهای داریم از انتخابات شورای جهانی هزاره و گزینش شهرهای تازه در رأس این شورا و همچنان خبری از پنجشیر و اندراب و کابل و دیدار تامبست با برخی شهرهای سیاسی در ترکیه و چندین خبر دیگه هم داریم که به سمعتان خواهیم رسان. لطفاً اگر از طریق فیسبوک برین دستین این گزارش رو لایک زده و به اشتراک بمانین و اگر در یوتیوب تازه به جمع پیوستین ما را سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. خبرها را از انتخابات شورای جهانی هزاره آغاز میکنیم. پنجمین کنگره شورای جهانی هزاره در استکهلم سویدن برگزار شد که امروز روز آخرش بود و شاهد برگزاری انتخابات نیز بودیم و گزینش چهره‌های تازه در رأس این شورا، هرچند که در کلیپ قبل جزئیات بیشتر پیرامون آن هم ارائه کردیم. با این وجود در انتخابات تازه چهره‌های تازه در رأس آن قرار گرفتند که بیشترشان هم زنان هستند. در انتخابات کنگره شورای جهانی هزاره زنان در رأس قرار گرفتند که دکتر راهیلا کویر با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید شورا گزینش شد و ام البنین میرزایی با اکثریت آرا به عنوان معاون اول شورای جهانی هزاره، رستم احمدی به عنوان معاون دوم این شورا برگزیده شد و ستاره محمدی هم سخنگوی این شورا گماشته شد و انتخاب شدند. هرچند که در کمیته ها نیست افراد گماشته شدند که ما جزئیات بیشترش در کلیپ قبلی با دوستان گرامی شریک کردیم. از قندهار نیز خبر داریم. جبهه ملی آزادگان افغانستان ادعا کرده است که نعیم مشهور به ملا دادا جان، مشاور نظامی گروه تا برای ولایت پنجشیر را در قندهار به قتل رسانده است. این جبهه با نشر اعلامیه مدعی شده است که مشاور نظامی گروه تا در ولایت پنجشیر یا همان ملا دادا جان یک فرد بود که در ظلم و شکنجه علیه مردم پنجشیر دست داشت و در روزهای گذشته برای جلب نیروهای تازه نفس به جنوب رفته بود تا جوانان پشتون زبان را ترغیب بکند تا به جنگ پنجشیر برود. این جبهه مدعی شده است که ملا دادا جان را در ولسوالی خودش و در زادگاه خودش در قندهار به قتل رسانده است. توماس فیست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان با برخی از چهره‌های سیاسی در استانبول ترکیه دیدار و گفتگو کرده است. محمد ناطقی از افراد نزدیک به استاد محقق با نشر عکسی از این دیدار گفته است که در این ملاقات روی مسائل افغانستان و شرایط ناگوار افغانستان تبادل نظر صورت گرفت و روی مذاکرات و توافق سیاسی در مورد دستاوردها و حقوق مردم افغانستان پیش از رسیدن به یک اداره همشمول تاکید به عمل آمد. از بامیان هم خبری داریم. دفتر مطبوعاتی والی بامیان، والی گوریتا برای بامیان اعلام کرده است که سنگ تهداب مکتب متوسطه دعاب شاقدم در ولسوالی یکاولنگ نمبر 2 گذاشته شده است. به نقل از اعلامیه، این مکتب با هزینه 200 هزار دلار آمریکایی ساخته میشه که موسسه نقلعه او را پرداخت خواهند کرد. قرار است این مکتب در 6 صنف درسی مجهز و همچنان 2 اتاق اداری و چاه نیمه عمیق ساخته شود. از شمال افغانستان از تخار گزارش می شود که مسئولان گروه تا 7 جوان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت در تخار بازداشت کرده است. با گفته منابع مردمی این افراد در ولسوالی ورسوج ولایت تخار بازداشت شده و تازه هم از ایران به افغانستان برگشتند. گفته می شود که آنان از روستای به نام ایمن در ولسوالی ورسوج هستند. از اندراب ها نیز گزارش می شود که نزدیک به 70 خانواده از ولسوالی های مختلف بغلان از جمله اندراب و پل حصار و اجبار کوچیده شده است. منابع محلی در ولایت بغلان در گفتگو با 8 صبح گفته است که گروهی تا در ادامه برخوردی که از او به عنوان کوچ اجباری و جنایت علیه بشریت همانان یاد کرده، نزدیک به 70 خانواده را به اتهام اینکه خانواده هایشان در جبهه مقاومت بوده و دوستانشان از آنجا کوچیده است. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود نیز روز دوشنبه 9 جوزا در صحبت با این روزنامه گفته بود که این شمار خانواده ها از ولسوالی بنو و ساحات مختلف اندراب از سوی گروه تا کوج اجباری داده شدند. شمار زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب دخترانه در کشور امروز در کابل دست به اعتراض و راهپیمایی زدند و البته آنان با شعار
نانکار آزادی به جاده ها برآمدند. اما مسئولان گروه تا در جاده های مختلف آنان را دنبال کردند. یکی از معترضان که امروز ما ویدیوشان هم منتشر کردیم مدعی شدند که مسئولان گروه تا در تلاش بودند تا با موتر رنجر معترضان زن را له کنند. زنان معترض میگویند که مردم افغانستان نان برای خوردن ندارند و کاتب برای زنان و دختران بسته است و زنان حق بیرون رفتن از خانه را ندارند و نمیتوانند به کار و زندگیشان برسند. فاینانشال تایمز گزارش کرده است که قطر از غرب خواسته است با گروه تا بیشتر تعامل کند. قطر البته با غربی ها هشدار دادند که اگر با گروه تا در افغانستان تعامل نکنید هرج و مرج در کشور بیشتر خواهد شد. باز هم خبری از بامیان داریم. برخی رسانه‌ها گزارش کردند که مسئولان گروه تا با فریب دادن دختران دانشجو در بامیان آنان را در نشست حمایت از حجاب بردند. گفته می شود که دختران دانشجو را برایشان گفته شدند که والی گروه تا در اینجا با شما می خواهد دیدار داشته باشه، در ساعت دوم درسی همه شما در جای مشخص تجمع کنید. اما زمانی که آنان تجمع کردند گروه تا در مورد حجاب صحبت کردند و گفتند که شما به خاطر از ایجام شدن در اینجا که از حجاب حمایت کنید. دختران ما در گفتگو با رسانه‌ها گفتند ما در مورد حجاب مشکل نداریم، حجاب را مراعات کردیم، مراعات میکنیم، ولی آنچه که این گروه به عنوان چادری میخواد بر ما تحمیل کند را ما نمیپذیریم. او گفته است که ما، آنان گفتند که ما از این نشست اصلا خبر نداشتیم و اینا کاملا از دل خود از زبان ما صحبت کردند. پلیس پیشاور شماری از نوازندگان افغانستان را که به آن شهر و آن کشور پاکستان پناه برده بودند بازداشت کرده و قرار است که آنها را به مسئولان گروه تا در افغانستان تسلیم کنند. بسیاری از نوازندگان و هنرمندان با ابراز نگرانی از این مسئله میگن که پلیس پاکستان این افراد را که جانشان در خطر بودن اکنون میخواهند دوباره به افغانستان دیپورت کنند و به مسئولان گروه تا تحویل بدهند. پلیس پاکستان این افراد را گفتند شما به صورت غیرقانونی در پاکستان زندگی میکنید، باید برگشت داده شوید. این در حالی است که ده ها هزار نفر بعد از سقوط جمهوریت از افغانستان خارج شده که شمار قابل ملاحظه آنان به ایران و پاکستان رفتند. گروهی از روزنامه‌نگاران افغانستان که سابقه همکاری با رسانه‌های بریتانیایی را در کارنامه دارد با شکایت از اداره مهاجرت بریتانیا خواهان این هست که آنها به بریتانیا یا انگلستان منتقل شوند. این خبرنگاران که شمارشان به 8 نفر رسیدن پس از آن که نتوانستن به بریتانیا بروند و ویزی آن کشور را بگیرند و به صورت مخفیانه در داخل افغانستان زندگی میکنند، اکنون اما میخوان از طریق دادگاه و مسائل قضایی به این خواستشان رسیدگی کنند. مسئولان امر به معروف و نهی از منکر گروه تا در ولایت جنوبی قندهار به رکشاوانان و رانندگان دستور دادند که زنان را زین بعد اگر تنهایی دیدین در موتر و رکشایتان سوار نکنید، در غیر آن صورت به شدت مجازات می شوید. مسئولان این گروه در قندهار گفتند که بسیاری از جنایت از همینجا شروع می شود و فحشا سبب می شود که اگر شما زنان را بالا کنید و اگر ما این مورد را شاهد بودیم و دیدیم قطعا با شما برخورد می کنیم. آنان همچنان گفته است که به خاطر امنیت جامعه همین مسئله خیلی خوب است و کس زنان را نمی تواند اختطاف بکند، اما بیشتر اونا به مسائل جنسی پرداخته و گفته است اگر زنها در اونجا بالا شه و تنهایی و محرمیش نباشه ممکن است که به گناه بیفتد. از توجه به همراهیتون با سنترال افغانستان جهان سپاس. یک نکته را در پایان میخوایم اشاره بکنم. دوستان گرامی، در هر جای از افغانستان که زندگی میکنید شما میتونید که جنایت های کسانی که در مناطق شما انجام میدهد را مستند کنید، به خصوص کوچه ها که در این وقتها خیلی هاشون حتی افغانستانی هم نیستن و ما اقامه دعوا داره و مزارع شما رو میچرانن. شما میتونید که اینها رو مستند بکنید و بر رسانه ها جمله میتونید با ما ارسال بکنید، قطعا سرش کار خواهیم کرد. تا درود دیگر.